سلامی مخصوص میکنم به شما بینندگان عزیز. راشین هستم و خیلی خوشحالیم که با مجموعه برنامه های دختران سارا در خدمت شما عزیزان هستیم. بله، منم سلام دارم خدمت شما عزیزان بیننده. لوئیز هستم. عنوان برنامه امروز ما اینه که زندگی کردن فقط برای خوشنودی دیگران. همطور که حدس میزنید میخوایم راجع به این تیپ افراد صحبت بکنیم و اگر راشین جان احتمالاً یا خدای نکرده اگر هر کدوممون اسیر این مسئله هستیم، میخوایم یه سری راهکارها ارائه بدیم که چطور از این مسئله آزاد بشیم. بله، اگر خدای نکرده یکی از ما. بله، این موضوعی هست که البته منظور ما خوشنود کردن طبیعی دیگران نیست، چون این خیلی خوبه، ولی یه سری خیلی وقتا عادت هست که ما فقط برای خوشنود کردن بله فقط زندگیمون هست که دیگران رو خوشنود کنیم، چون تایید اونها رو دوست داریم. من با یک عزیزی تعریف میکرد که ایشون یک بار به جای رسید که دید خیلی مضطرب هست، خیلی استرس داره و این روی جسمش تأثیر گذاشت و وقتی که و تا جایی که دیگه یک مدتی واقعا ناتوان شد و بیماری‌های مختلفی گرفت. بله، خیلی سخت بود و هرچی آزمایش شد، نمیدونم هر کاری که کردن، فکرن قلبش، فکر کردن شاید سرطان باشه، ولی تمام آزمایش ها صحیح و سالم بود، خون همه چیز خوب بود. و آخر بهش گفتن که مشکل تو مشکل استرس و که استرسی مربوط به کار و زندگیت هست. و این فرد وقتی که صحبت میکرد و پیش مشاور برای کمک رفت، متوجه شد که بهش تمام زندگیش برای دیگران هست. میگم من هیچ وقت تنها وقت خالی نداشتم برای خودم، برای خانوادم، برای اینکه همش دائم نمیتونستم بگم نه، چون برای خوشنودی دیگران کار میکردم که مردم رو راضی کنم، سر کارم، توی برای زندگیم با دوستام، همسرم، و همش من فکر میکردم و ترس داشتم که دیگران از من ناراحت نشن که بهشون نگم نه. بله. و این مشکلی که خیلی وقتا ما انسانها درگیرش هستیم ولی به اون واقف نیستیم. و ریشه این برمیگرده اکثرا، ممکنه در بزرگسالی ما هم باشه، ولی خیلی وقتا وقتی که ما بچه هستیم، یا حالا چه در خانواده چه در مدرسه، وقتی که فردی در یک خانواده بزرگ میشه که مثلا یک کار خوب انجام میکنه و اون پدر مادرش بهش میگن که آفرین چقدر کار خوبی کرده، و وقتی که کار بدی انجام میده میگن که نه چقدر تو بچه بدی هستی و ما اصلا انتظار داریم که خوب باشی. و این خوب بودن برای این بچه، برای فرد، معنی میشه که من شخصا مثل به عنوان یک انسان ارزشمند نیستم. آره، چون که ما ارزش خودمون رو در کاری که انجام میدیم، نه اون که هستیم، بلکه آنچه میکنیم. چون این تیپ افراد به شکل خاصی، هم تو که به شوخی گفتیم به شکل حرفه‌ای، ولی واقعیت امر اینه که به شکل افراطی اینها میافتن به یک الگوی فکری یا یک اسارت، حالا بگم یا یه عادت مضر، که ارزش من در انجام کاری هست که انجام میدم. اگر من خانم خونه دار هستم، ارزش من در آشپزخونه است، در بچه داریه، ولی این که من کی هستم برام مهم نیست، چه کار میکنم برام مهمه. که البته تا حدی اینطور آدم بتونه خودش از خود گذشته باشه، از خودش به اصطلاح ملاحظه دیگران رو بکنه، تا حدی خوبه، ولی واقعیت هم اینه که افراد در هر چیزی مضر هست و ما رو واقعا خسته میکنه، چون همش میخوایم دیگران از خودمون راضی کنیم، راضی نگردیم به هر قیمتی، به هر قیمتی شده، یعنی به قیمت سلامت خودمون. بله. بله. و پس مخصوصا وقتی بچه یک فرزندی توی این خانواده رشد میکنه، پس یاد میگیره که من همیشه باید، چون بچه میگن مثل صفحه کاغذ ننوشته، صورت پدر مادر نگاه میکنه، میگه پس من چه پدر مادرم، چه دیگران در آینده، معلمم و رئیسم و حالا هر همسرم، باید با کارهام راضی نگه دارم. بله.
و بعد خب این تأثیر میذاره و خیلی جالبه. نیاز ما انسان ها محبت شدن، پذیرفته شدن، ارزش داشتن هست. و وقتی که ما این الگوی رفتاری رو داریم، در واقع محبت میشه شرطی حتی برای در رابطه ما خودمون با دیگران. و پذیرفته شدن هم همینطور. من اگر باید کاری بکنم پذیرفته میشم، چون اینها نیازهای اساسی انسان. پس ما برای اینکه بخوام این نیازهامون رو برآورده کنیم، همه چی شرطی میشه. من پذیرفته میشم چون دیگران دارن با من کار، برای من کار میکنن، یا ارزش دارم، فقط کارهای من ارزش داره. خب خطری هم که این وسط هست اینه که چون که همه چیز از دید دیگرانه، احساسات واقعی ما فرصت ابراز براش دیگه نیست، نمیتونه خودش رو بروز بده، بس به نوع این احساسات واقعی ما سرکوب میشه، این یه جایی بیرون میزنه، منفجر میشه. بله، یه خطرش همینه. و ما انقدر همرنگ با جمع میشیم، اون افرادی رو که میخوایم راضی بکنیم، انقدر میایم برای رضایت اونها زندگی میکنیم، همرنگ اون جامعه میشیم، از هویت اصلی خودمون دور میشیم. در اون هویت اصلی، در پتانسیل اصلی خودمون دیگه ما عمل نمیکنیم، فکر نمیکنیم. دقیقاً. بنابراین ثمره لازم رو هم نمیدیم. چون خودمون نیستیم. چون خودمون نیستیم. بله. اون خانم یه بار به هر حال وقتی که رفت پیش مشاور و کمک گرفت، این خانم میگفتن که یه بار صحبت میکرد، میگفت من همیشه به رئیسم میگفتم بله، همیشه جلوش خم میشدم و کارهای خودم رو عقب مینداختم. در واقع باید و بعد بیشتر وای میستاد، یا مثلا روز بعد بیشتر به خودش فشار می آورد. میگفت با لبخند میگفتم بله، ولی میگفت تو کوه آتش فشارم بود. وقتی میومدم خونه، ببخشید، حرفای بد بهش میزدن، پشت سر فوش میدادن. آره، فوش میدادن، حتی تو دل مثلا این لبخنده بود، ولی تو و بعد یواش یواش میگفت الان من دارم یاد میگیرم اگر به هم بگه، ما میتونیم تمرین کنیم. مثلا میگم من اگر به من بگه مثلا الان این کار رو بکن، بهش میگم من الان وقت ندارم، اگر بشه یه ساعت دیگه. میگفت توم آروم بودم. آره، چون اینجوری اون مرز بین درون خودمون و موقعیتی که درش هستیم کمرنگ میشه. نه، حد و حدود مشخص نیست. یه تضاد بگم، اگه کلمه تضاد رو استفاده بکنم، بین درون و موقعیت بیرون نیست چیزی که این وسط بخوام حدود رو، حد رو تشخیص بدم. بنابراین در یک سرگیجی، در یک گیجی عقلی بگم یا فکری انسان میفته، چون که همه چی داره انکار میشه، احساسات خودش، عقاید خودش، نیازهای خودش، چون انکار میشه، سرکوب میشه، یه چیزی میاد جایگزین میشه که با اون طبیعت اصلی غریبه هست، یک تضادی ایجاد میکنه که سیستم شخص آشنا نیست با اون. بنابراین میگه من نیستم. یه امیدوارم به خودمون بیایم یه موقعی که بگیم که پس من چی؟ این خودخواهانه نیست. نه نه نه. خیلی وقتا بعضیا میگن که خب ببخشید، من میگم نه. چرا ببخشید؟ اگر که داره از روی خودخواهی میگه، اگر که میتونی کمک کنی و میگی نه، خب اون فرق میکنه. ولی اگر زمانی هست که باید به خانوادهمون وقت بدیم، اگر زمانی هست که به خودمون وقت بدیم، اگر زمانی هست که من دارم کار میکنم، باید به رئیس هم به یکی جوابگو باشم، ببخشید من یکم مثلا 1 ساعت 2 ساعت یا 2 روز دیگه میتونم به شما وقت بدم. و خیلی جالب، چرا خیلی وقتی این افراد نمیتونن نبگن؟ برای اینکه از طرد شدن میترسن. یعنی اون احساس، یعنی که من به شما مثلا شاید بگم نه، خب بعضی ببخش ظرفیت نشنیدن ندارن که اون مشکل خودش. بله، ولی خود در دراز مدت این افراد یه جوری خسته کننده میشن. شما تصور بکن دور و بر شما افرادی باشن همش بگن بله بله بله، یا بگن نه 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 چون شما میگید. یه جورایی اختلاف نظر یک جذابیتی میاره و سازنده است. شما مسئله رو از دیدهای مختلف میبینید تا اینکه بخواید یک بودی نگاه کنید به قضیه. این موضوع خسته کنندگی جالبه.
کسی که اینطوری یک فرد خسته کننده ای هست و همیشه افراد نمیرن پیشش، ولی چه زمانی میرن؟ افرادی که یکم خوان سو استفاده کنن، از اون افرادی که میده همیشه میگم بله، این افراد هم یکم مورد سو استفاده متاسفانه قرار میگیرن شدیدن. مثلا اونایی که کنترل میکنن این افراد رو گیر میارن و ازشون سو استفاده میکنن. اغلب این افراد خودشون در معرض بیماری خستگی مفرد هستن، میدونستید؟ نه تنها حضورشون خسته کننده است، این افرادی که همش میخوان دیگران رو راضی کنن، چون از حق و حقوق خودشون، از خواب، از خوراک، از انرژی، از همه چی، از خانواده میزنن برای اینکه یکی دیگر رو راضی کنن، چون هم این رو ناخودآگاه انجام میدن، به شکل طبیعی دارن انجام میدن. حالا پشتش در بچگی چی بوده، در بزرگسالی چی بوده، حالا بماند صحبت خواهیم کرد در مورد اینها، ولی چون که مرتب اون نیاز استراحت رو در واقع پس زدن، در دراز مدت خطر خستگی مفرد هست توش، که این خودش که هزار یک ضایعات برای بدن میاره. یعنی همین این مسئله در دراز مدت بیماری تولید میکنه. دقیقاً بیماری، یعنی برای اینکه نفر استراحت کامل داره، بله. فکرش استراحت، بله. نداره، برای اینکه وقتی که چون همیشه ما احساسات درست رو میاریم سرکوب میکنیم و میمونه و به استرس، به افسردگی، بعضی سرطان ها، بعضی بیماری ها، خشم هایی که ما رو خودمون بعضی وقت پیاده میکنیم، یا میریم خانوادهمون پیاده میکنیم، سر بچه هامون داد میزنیم، بله، و میفتیم توی مسیر غرغر. بله. چیزی که خدا اتفاقا یکی از چیزایی که اسمی برای خدا در کتاب جامعه باید باشه اگه اشتباه نکنم، که میگه که از چند تا چیز بدش میاد و اسمی برای اینا، یکی از چیزاش اینه که از غرغر چقدر خدا متنفره. وقتی که قوم اسرائیل در بیابان غرغر میکردن، دیگه خدا زلش گفت بابا به اینجام رسیده، خسته شده، بسته، چقدر غر میزنه بابا، برید مسیر که گذاشتم بردون راتونو بری، چی کار دارید به گذشته و به نمیدونم مسائل، غرغر. این تیپ افراد در درون خیلی غرغر دارن، 100%، برای اینکه تمام اون هدف، اون چون همه ما انسان ها هدفمندیم، هدف داریم، بله، ولی به دلایل مختلف سرکوب میکنیم، بله. یکی از دلایلش هم همینه، بله. چون طرف به هدفش نمیرسه، چون طرف به اون چیزی که میخواد نمیرسه، پس همش بله. گر میزنه دیگران رو تحقیر میکنه، بله. این بیشتر سر آقایون یه مقدار مشکل سازتر میشه، نه تنها برای خانم‌ها، برای اینکه اونجا در محیطی که هستیم فرصت نمیتونیم که غر بزنیم، اگه محیط کاره یا اگه دوستایی هستن خوشنود کنیم دیگه، چی کار میکنیم؟ این انبار میشه همیشه سمشو میریزیم به نزدیکان، به افرادی که مثل زن، بچه یا شوهر، بچه تا میرسه میگه او تا وارد شدی چه خبره، به قول چی میگم، با چیز پرزور اومدی و عصبانی هستی، چی شده؟ اینکه دیگران هم صدمه میبینن، دقیقاً اطرافیان هم صدمه میبینن و خب نگهداری مریض و کسی که مریض میشه. ولی خب پس ما اینا رو گفتیم و میخوایم که به راهکارها برسیم و ببینیم حالا ما چطوری میتونیم مثلا شخص محکم بشیم، آزاد بشیم و بتونیم تمرین کنیم بگیم نه، خودمون باشیم، در کنار این که ما احترام دیگران را هم داریم. یعنی این به این معنی نیست که ما به مردم احترام نمیذاریم، بلکه اول به خودمون احترام میذاریم، چون فرد سالمی باشیم و بتونیم احترام دیگران را هم نگه داریم و در جامعه به صورت سالم رشد کنیم. درست. پس اگر موافق باشین میریم یه میان برنامه میبینیم و بعد برمیگردیم و با این موضوع همراه بینندگان عزیز خواهیم. آره. بله دوستان عزیز، در ادامه موضوع برنامه‌مون گفتیم که در مورد کسایی داریم صحبت می‌کنیم که فقط برای خوشنودی دیگران اینها زندگی می‌کنن و تماما خودشونو وقف این مسئله کردن. یه سری توضیح دادیم این مسئله رو
عنوان کردیم که چه ضرر و چه تأثیراتی به خودمون و بر دیگران میذاره. اگر موافق باشید راش اینجا میخواییم در مورد راهکارها صحبت بکنیم. گفتیم اگر احیانا خدای نکرده اسیر این قضیه هستیم چطور بتونیم از این موزل آزاد بشیم؟ چون حقیقتا اسارته اینطور نیست؟ بله دقیقا اسارت هست. بله به هر حال چون ما داریم در مورد تو این سری داریم در مورد هویت صحبت میکنیم که هویت واقعیمونو بشناسیم و این به تو یکی از دلایلی که اینو ما فکر کنم تو برنامه آوردیم چون یکی از مسائلی که کاملا هویت ما رو میپوشونه خدشه‌دار میکنه و ما خودمون نیستیم. بله ما دیگری یعنی برای دیگران داریم زندگی میکنیم. دقیقاً درست میگید. یه جورایی هویت خودمون پشت هویت یکی دیگه قایم میشه. نه تنها یکی دیگه در خیلی ها افراد دیگه ما یه جوری زنده بگور میکنیم هویت خودمون رو به نظرم. دقیقاً. اون کسی که باید باشیم ما نیستیم. بله. و یک بار یک آماری میخوندم نوشته بود که خیلی ما افراد بیشتر از 500 تا استعداد و توانایی دارن ولی چون خودمون رو نمیشناسیم یکی این هم یکی از همون دلایل هست خودمون رو توی استعدادهای دیگران میخوایم پیدا کنیم پس اصلا کشف نمیشیم ولی خدا ما را آفریده که ما خودمون خودمون رو کشف کنیم بشناسیم و بتونیم یه هویت درستی داشته باشیم مخصوصا با پیشرفت تکنولوژی یکی از خطرها این دنیای مجازی هست که تو دنیای مجازی یک کسا و چیزایی رو میبینیم که آرزو داریم مثل اونا باشیم یه جورای خودمون رو پس میزنیم که در اون جامعه در اون لباس به اصطلاح عمل کنیم خود به خود از هویت اصلی خودمون دور میشیم. این یه خطر بزرگی است برای جامعه امروز در واقع. بله و خیلی ما حتی افراد سرشناس جامعه رو میبینیم مثلا سلبریتی ها بله مشروع به خیلی زندگیشون نگاه کنین به کجا ختم میشه خیلی آمار خودکشی بالاست. بله. توی سلبریتی ها. من خیلی بعض وقتا برام جالبه میرم میخونم. سوال همه اون افراد اینه که وقتی که توی جامعه هستن مورد پذیرشن همه اونا رو پرستش میکنن اونا رو ستایش میکنن ولی وقتی میرن تو تنهای خودشون میگن من کیم؟ خودشونو گم کردن. دقیقاً چون اونها هم یاد گرفتن که برای مردم زندگی کنن، برای مردم بخونن، برای مردم بازی کنن و اون خود واقعیشون دو استعدادی که دارن درست دارن میرن ولی میرن خودشونو توی آوازه های مردم پیدا میکنن. بله اتفاقا اینو یاد یه قضیه انداخت منو که سالها پیش خیلی سالها پیش یه زوجی از هم دیگه طلاق گرفته بودن و دلیل طلاق چیزی که خانم مطرح کرده بود این بود ایشون هنرپیشه بودن هنرپیشه تئاتر برگشته بود میگه که شوهرم میگه که تو مال منی ولی من مال مردمم من به دنیا تعلق دارم و اینا و خود فکر کردم گفتم اون موقع هنوز باز اینقدر نمیدونستم جوون بودم و اینا به خودم گفتم پس تو برای خودت زندگی نمی کنی دلیل طلاقش این بود اینو به این خاطر طلاق گرفتن که من برای مردم زندگی میکنم خب نتیجه یعنی هدفی که خدا برای هدف زیبایی که برای خدا برای ازدواج داره یعنی این مسئله مهم و منفی تونست زندگی اونها رو نابود کنه ولی حالا راهکارها چی کار بکنیم راش اینجا نازم پیشیم از این قضیه شما بگو بله چطور بر اینا غلبه کنیم من فکر میکنم که ما حق انتخاب خودمون و مسئله اراده آزاد مسئله این موهبت انتخاب خودمون رو شناسایی کنیم فکر میکنم روی این مسئله یه خورده بیشتر کار بکنیم به عنوان حق و حقوق ما همونطور که گفتیم ما نمیخوایم خودمحوری رو اشاعه بدیم یا بگیم که خودمحور باشید ولی نمیخوایم هم که دیگران محور باشیم بله دقیقا میدونی؟ دیگر محور یه کلمه ساختیم دیگران رو اینه که نه تنها حق و حقوق خودمون رو شناسایی بکنیم بلکه ارجحیت هامون هم یه خورده مرتب کنیم اون لیست ارجحیت ها رو خودمون یه خورده بالاتر ببریم نبریم اون ته لیست موافقی؟ بله دقیقا هستش که اولویت هامون رو تشخیص بدیم
و یک عواقبی خواهد داشت. 100% که خیلی وقتا افرادی که درگیر این موضوع هستن یه سری ترس از تنهایی اونها رو عذاب میده. ولی میخوام این که از تنهایی نترسین، چون افرادی رو که شاید بخوام به این دلیل که شما خودتون هستین شما رو تنها بذارن، بهتره که تنها که بذارن. از اولش هم دوست درستی نبودن. بله واقعی نبودن به قول شما. یه مقدارم قبل از اینکه جواب بله به هر چیزی بدیم خود اول فکر کنیم. فکر کنیم. این دارم جواب بله به چی میدم. خیلی وقت واقعا دقت نمی کنن این تیپ افراد. همونطور که میگفت سر کار این خانم میگفت بله 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 میترسید. آره خب چه دلایلی باعث میشه من اینقدر راحت بله بگم؟ که بله که من میترسم اون فرد از من ناراحت. بله این فکر کردن خیلی مهمه. خب وقتی که ما توی این سیستم فکری هستیم دیگه فکر نمی کنم، همون موقع جواب میدیم. ولی باید تمرین کنیم قبل از این که مثلا این بشه بگیم که اجازه بده من فکر کنم. شما حتی یک تکنیکی که یاد میدن این هستش که شما حتی اگه اون زمان نمیتونی بگی نه، بگی میشه من چند دقیقه دیگه به تو جواب بدم. چند دقیقه دیگه به ما کمک میکنه ما این آمادگی رو داشته باشیم. درسته. مثلا لوئیس جان 2 دقیقه دیگه بهت جواب میدم. آره. ببخشید 2 دقیقه دیگه من نفس عمیق میکشم. آره. رو خودم کار میکنم. ببخشید من امروز نمیتونم ولی فردا میتونم. بله درسته، کاملا اتفاقا نکته جالبی رو اشاره کردی. دوم این که عذاب وجدان نداشته باشیم از اینکه یه وقتی برای خودمون بذاریم. ببینید خدا بعد از آفرینش 6 روز کار کرد، یه روز رو برای خودش گذاشت به عنوان استراحت و گفت آرامی، و خدا آرامی گرفت و این آرامی رو ما میبینیم که برای یه قوم وقتی که اینها در 10 فرمان مسئله سبت رو مطرح میکنه، روز شنبه رو که میگه همه چیز در استراحت قرار بگیر. استراحت حق ما. سیستم مغز و بدن ما جوری ساخته شده که احتیاج به خواب کافی داره، احتیاج به استراحت کافی داره و ما این مسئله رو نباید پشت گوش بندازیم. احتیاج به استراحت داریم. اینه که در طول روز فکر بکنیم خب یه وقتی هم برای خودم داشته، یه خورده به قول شما یه چند نفس رو عمیق بکشم، یه خورده خودم باشم، آروم. این رو حق خودتون بدونید، این بد نیست. اصلا بد نیست. چون وقتی که ما برای خودمون وقت داریم، بدن ما فرصت استراحت داره. کلام خدا میگه بدن ما هیکل روح القدس هست و ما باید از این مراقبت کنیم. همونطور که مثلا ما میگیم اعتیاد بده، نمیدونم سیگار کشیدن بده، پرخوری بده، اینها بده، این هم یک عادت بدی هست. و من اگر از بدن خودم اطاعت محافظت نکنم، رژیم خوبی نداشته باشم، خورد و خوراک خوبی نداشته، استراحت خوبی نداشته باشم، صدمه میبینم. برای من شخصا یه بار خدا اینو به من واضح، یعنی میدونم خدا اینو به از من خواست که تو بعد از بدن خودت محافظت کنی، از اون سلامت خودت و به سلامتی خودت هم اهمیت بدی. بله نکته جالبی رو گفتی. چون اینو خدا آفرید، بدن ما رو خدا آفریده. اصلا اون آیه‌ای که گفتید که شما هیکل روح القدس هستید، یک واقعیت بد رو این ادامه داره. این آیه میگه هیکل خدا رو خراب نکنید. آلوده نکنید. پاک نگه داشتن این هیکل وظیفه من و شماست. ما باید بتونیم این هیکل رو برای خدا پاک و منظم نگه داریم. گاهی وقتا هم به این فکر بکنن این افراد، یا فکر بکنیم، میگم احیانا اگه اسیرش هستیم، شاید دارن گولمون میزنن، شاید دارن از ما سوء استفاده میکنن. این خیلی بله. واقعیت اینه که عملا دارن سوء استفاده میکنن. طرف ضعیف پیدا کرده، میگه ضعیف کشی داره میکنه. یک جمله جالبیه این. برای خودمون حد و مرز قائل بشیم. بدون عذاب وجدان نبگیم. این خیلی مهمه. اولش سخته نده. برای این افراد یکم سخته. ولی بعد یاد میگیرن. یه خورد شجاعت هم اگه لازم شده به خودمون تزریق کنیم و تلقیم بکنیم. کاش بودی آمپولی میزدیم. آمپول شجاعت. کپسول شجاعت میخوردیم به این. به خودمون مرتب اینو تکرار بکنیم که آیا واقعا این مسئله که من براش بله به گفتم بهش ارزششو داره؟ میارزه؟ میارزه. حالا وقتی هم که میخوایم بگیم نه، یه لیست بالا بلند از عذریات نخرید. ببخشید این حالا دلیلش اینه و اینه، توضیح ندید. احتیاج نداره. راحت باشید.
حقتونه، چیز نیست، جور نکنید. این توضیح دادن خیلی مهمه. آها. چون روی اعتماد به نفس ما کمک میکنه. آره. وقتی که من اعتماد به نفس ندارم توضیح میدم. آره. ولی کسی که اعتماد به نفس، اگر من اعتماد به نفس دارم، نه، تموم شد. بعضی افراد وقتی استراب دارن پرحرف میشن. بله، اونم. گاهی وقتا این نگفتن یک استرابی تولید میکنه و این باعث میشه هی بیایم توضیح بدیم، هی بیایم توضیح بدیم، پرحرفی بکنیم. بله. لازم نیست. چون مضطرب میشن این افراد. بله. مخصوصا میخوام به بینندگان عزیز اینو بگم. اگر احیانا کسی اسیر این مسئله هست، اگه تقصیرتون نیست یک مسئله عذرخواهی نکنید. هی ببخشید ببخشید ببخشید. ما یه سالها پیش یه دوستی داشتیم برای هر چیزی میگو ببخشید، ما اسمشو گذاشته بودیم خانم ببخشید، برای هر چیزی که مال شما جاده شلوغه یا نمیدونم بارون میاد یه چیز، عذرخواهی احتیاج نیست. اگه تقصیرتون نیست عذرخواهی نکنید. به این فکر بکنید گاهی وقتا نگفتن خوبه، نگفتن خوبه به نفع طرف مقابل حتی ممکنه تموم بشه. اینه که حریم شخصی خودمون رو خوب مشخص بکنیم، مشخص بکنیم و از اینکه دوستی رو از دست بدیم نترسیم. شما اشاره کردید به این مسئله. اگر این دوست واقعی باشه میمونه برای ما، ولی اگر دوست واقعی نباشه خیلی راحت جدا میشه، همون بهتر که دوست نباشه. میدونید این برای یه وقتی هم برای خودمون در نظر بگیریم در این مورد، با خودمون حرف بزنیم، خودمون رو موفق ببینیم، موفق تصور بکنیم. ما بدونیم که آچار فرانسه برای مردم نیست. آچار همه کاره برای همه چیز، یعنی که برای همه چیز همه کس نیستیم. نیستیم. بله. هر کس خدا، هر کس برای یک کاری آفریده، برای یک هدف مخصوص. بله، درسته. درسته. اینه که حقیقتاً این مسئله که حریم خودمون رو تشخیص بدیم به این معنا نیست که ما بیایم به قول معروف یه جورایی ببندیم خودمون رو، اجازه ندیم کسی وارد بشه، ولی واقعاً حق ما هست که بدونیم چه کسی وارد میشه. دقیقاً، تعادل خیلی مهمه. تعادل خیلی مهمه. بله. یعنی ما اینجا نمیخوایم بگیم طرف خودشو ایزوله کنه. نه. یعنی تعادل. یه زمانی برای خودم وقت دارم به دلایلی که میخوام استراحت کنم و دوباره جون بگیرم، و یه زمانی هست که باید تو اجتماع باشم. اینجور افرادی که بالانس رعایت میکنن میدونن که چه موقع تو جمع باشن، چه موقع برای خودشون وقت داشته باشن، برای خانوادهشون. آره. همسر، شوهر. آره. و فرزند. آره. و زن و برای. آره، این مسئله تعادل خیلی نکته جالبی هست که اشاره کردید. چطوری بین درون و موقعیتی که درش قرار داریم ما تعادل ایجاد کنیم، و این وظیفه ماست. نه خدا اینو میاد برای ما آماده بکنه، نه دوست، نه خانواده، نه هیچ کس، دست خودمونه این مسئله. واقعا گاهی وقتا خب آدم فکر میکنه فلانی تو این مشکل مثلا گیره و اینا، دلت میسوزه، میخوای کمک بکنی، ولی باز تا شخص خودش نخواد نمیشه کمک کرد. واقعا میخوام به بینندگان عزیز این امید رو بدم، بگم اگر احیانا خدای نکرده اسیر این مسئله هستیم، خداوند حاضره، کمک میکنه ما رو، ولی این ما هستیم که تصمیم میگیریم. از قوه تصمیم گیری، از حق انتخابتون خوب استفاده بکنید و این حق انتخابتون رو بدید به دستای خدا که برای شما امید باشه در این مورد، و آزادی آماده است. تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و فراموش نکنید شما ارزشتون خیلی بالاست.